درود بر همه باشندگان نشست امروز و درود به همه بینندگان و شنوندگان این برنامه نشست جمعه های یا آدینه های رنسانس ایرانی رو داریم. این نشست ها همگانی است و هر کسی که دوست داشته باشه از برنامه های آموزشی و فرهنگی جنبش رنسانس استفاده کنه میتونه از لینک هایی که همیشه در روی یوتیوب و تلگرام جنبش و فیسبوک همیشه آماده هست و به عنوان فلایر گذاشته میشه یا تبلیغاتش میتونه از اون وارد این نشست ها بشن جمعه ها و از برنامه های آموزشی و آموزگفتارهای خیلی سودمند جنبش رنسانس ایرانی استفاده کنند. آرتیمی سهورا هستم و نشست امروز رنسانس ایرانی دو سخنران خواهد داشت، یکی مهندس آروین آدریان و دیگری مهندس مرداد قنبری هستند. نشست امروز و سخنرانی های امروز درباره بخت کامیابی سکولاریسم در جوامع مسلمانه از جمله ایران، و ما میخواییم در این دو سخنرانی که این دو نفر از هموندان جنبش برای شما انجام خواهند داد ببینیم که آیا در باور اسلامی و در کشورهایی که مسلمان هستند اصلا سکولاریسم معنایی داره یا نه، و آیا اصلا چنین چیزی قابل اجرا هست یا نه. نخستین سخنران امروز ما جناب آروین آدریان هستند. ایشون از هموندان بسیار نخستین جنبش هستند، از روزهای آغازین با ما همراه بودند و از در واقع پژوهشگران و نویسندگانی هم هستند که در جنبش رنسانس ایرانی فعالیت بسیار مدام و پیوسته‌ای داشتند. از کتاب‌های پژوهشی که ایشون آماده کردن و جزواتی که ایشون دارن، یکی امورتات هست که احتمالاً لینک های اینها رو برای شما خواهیم گذاشت که شما بتونید بهشون دسترسی داشته باشید. سپس سه جزوه آموزشی مدیریت اصیل ایرانی است و بعد فهرستی بر باورهای بنیادی قرآنی اسلامی، و به زبان انگلیسی هم یکی همین پرسپکتیو آن تیم ورک رو دارن، در واقع مثل همون تقریباً مدیریت کارهای مدیریتی در کار تیم ورک مثلا یک چنین چیزی. و کتاب بعدیشون زاراتوسترا اند کوپریت سوشال ریسپانسیبیلیتی، آیین زرتشت و در واقع مسئولیت پذیری اجتماعی. من از جناب آروین آدریان خواهش میکنم که گویانه رو در اختیار داشته باشن و سخن امروزشون رو آغاز میکنن. خواهش میکنم بفرمایید. درود بر شما و درود به هممیهنان گرامی. خب من اینجا شیر اسکرین آغاز میکنم که بتونم جوسار رو از رو خود کار پی بگیرم. همچنان که میدونیم جوسار امروز پیرامون مقوله سکولاریسم در جوامع مسلمان و در نهایت تصمیم گیری پیرامون اینکه آیا ایران هم به عنوان یک کشوری که هنوز اکثریت زیادی در اون مسلمان هستند سکولاریسم میتونه در اون دوام بیاره، میتونه قابل اجراست یا خیر. شیوه گفتاری که من اینجا باهاتون در پی خواهم گرفت به صورت دیداکتیو هست، یعنی از کل به جز. یه مجموعه ای رو به گونه یک چتر اینجا من باهاتون در میون میگذارم. نخست اون جساری که میخوام بهش برسم رو باهاتون بازگو میکنم و سپس بخش ها رو یه مقدار بخش بخش براتون بیشتر باز میکنم و سپس در پایان این برنامه بنا به نیازی که هممیهنان داشتند میشه در نشست های آینده استادان فنی که توی هر کدوم از این بخش ها توی جزئیاتش صاحب نظر هستند به هر کدوم از این جسارها بپردازند. اما در آغاز باید گفت که بر طبق این گفتاری که امروز با هم خواهیم داشت، سکولاریسم یا حتی لایسیته در جامعه‌ای با اکثریت الله پرست امکان پذیر هست، میشه یک همچین چیز رو پیاده بکنیم.
اما راهگشا نیست. چرا؟ چون که دووم نمیاره، پایدار نخواهد ماند. نخست به واژه شناسی جستار میپردازیم. این بخش به نظر من خیلی مهمه، چون شوربختانه هممیهنان بسیاری دریافتها و دیدگاه‌های متفاوتی، تعریف‌های متفاوتی رو در مورد سکولاریسم میگن که بعضی از وقتها نه تنها اشکال فنی داره از نظر تعریف، بلکه اصلا با اون جستار کاملا متفاوت میشه. اما بر اساس دیکشنری کمبریج، سکولاریسم رو اینجوری تعریف میکنه: The belief that religion should not be involved with the ordinary social and political activities of a country. خب به این مفهوم هست که مذهب نباید دخالت بکنه توی جستارهای عمومی اجتماعی و فعالیت‌های سیاسی در یک کشور. و اما لایسیته که میشه گفت همون سکولاریسم در فرانسه هست. لایسیته باز بنا به دیکشنری آکسفورد، لکسیکو انگلیش اسپانیش دیکشنری، میگه که the status or influence of the laity، یعنی جایگاه و تأثیر لایتی، یعنی مردم عادی. اما مردم عادی کی هستن؟ مردم عادی افرادی در جامعه هستن که اینها میتونن با کلیسا در ارتباط باشن و در ارتباط کما اینکه هستند در کشورهای مسیحی ترسایی، ولی کشیش نیستند. بنابراین این هم تعریف لایسیتی هست. و در ادامه باید گفت که این لایسیتی محصولی هست از یک سری تحولات بسیار دراز میان کلیسا و دولت. و نکته‌ای که اینجا باید بهش هممیهنان توجه بکنن اینه که شوربختانه بعضی از هممیهنها میگن که سکولاریسم یعنی جدایی مذهب از سیاست. نه، این چنین نیست. نه تنها حالا با تعریفایی که من براتون اونجا گذاشتم همسوست با آکسفورد و کمبریج دیکشنری، و جدا از این، این گفته اصلا ایراد تکنیکی داره، ایراد فنی داره جدایی مذهب از سیاست. هیچ فرمولی نداریم شوربختانه یا خوشبختانه، هنوز به فرمولی دست نیافتیم که بتونیم جهانبینی، مذهب و آیین شخصی افراد رو در هنگامی که حالا اون شخص یک شغل سیاسی رو داره بخوایم از مغزش بیرون کنیم. بنابراین هر کسی، هر سیاستمداری، هر کسی که یک جایگاه سیاسی داره به یه سری باورها باور داره که هنگامی که حالا اون جایگاه رو هم به دست میگیره، حالا باید راهکار رو داشته باشیم که نگذاریم دیدگاه های این شخص توی حکومت و کشورداری دخالت بکنه. بنابراین به یه زبان خیلی کوتاه و ساده، سکولاریسم یا نسخه فرانسوی اون لایسیته یعنی جدا کردن مذهب از امور حکومت و کشورداری. یعنی یک فرمول رو پیاده بکنیم که این امکان پذیره، کما اینکه الان در کشورهای سکولار و لائیک پیگیری میشه که مذهب نتونه توی قوه قانونگذاری، اجرایی و دادگستری دخالت بکنه. اما پیرامون پیشینه سکولاریسم و لایسیته باید به این دقت کنیم که هر دوی این یافته ها، هر دوی این دستاورد ها برخواسته از یک جامعه با اکثریت ترسایی یا مردمان مسیحی هست. و این نکته باز جای اهمیت بسیاری داره، چون که ما داریم همین مقوله رو میخوایم بررسی کنیم در مورد جامعه با اکثریت مسلمان که اغلب کشورهای خاورمیانه این گونه هستند و در نهایت جامعه ایران هم که شوربختانه به همین شکل با اکثریت مسلمان هست هنوز. اما نگاهی بکنیم به روزگار امروز سکولاریسم و لایسیته. خب با اینکه پیشینه سکولاریسم برمیگرده به یک بافت فرهنگی ترسایی مسیحی و کوشش شد که دست کشیش ها رو و کلیساها رو کوتاه کنه از حکومت و کشورداری،
ولی در روزگار امروز با توجه به اینکه الله پرستان وارد شدن توی سرزمین هایی که حالا پیشینه مسیحی دارن یا حتی پیشینه هندو دارن مانند هندوستان، در همه این کشورهایی که سیستم سکولاریسم برقرار هست، در برابر ورود الله پرستان و رشد بسیار زیادی که اینها در جامعه دارند، این یافته و دستاورد سکولاریسم و لایسیته با بحران بزرگی دست و پنجه نرم میکنه. برای نمونه من اینجا از چند کشور و چند بحران براتون نمونه هایی را آوردم که با توجه به وسعت اون کشورها، جایگاهشون از نظر پیشرفته بودن، مقوله سکولاریسم و لایسیته و وضعیت جمعیت اونها میتونه اندیشه برانگیز باشه. کشورهایی مانند فرانسه، انگلیس، سوئد و هندوستان. گرفتاری که سکولاریسم با ورود و افزایش جمعیت الله پرستان در این کشورها داره از این قراره. چیزهایی مانند تظاهرات گروهی مسلمان‌ها و سوء استفاده‌شون از قوانین کشور برای درخواست اینکه قوانین شریعت اسلام رو بیاین پیاده کنین، برای نمونه تو لندن، تو انگلیس، یا نماز خوندن‌های گروهی که تو خیابون‌ها انجام میدن و هنجار جامعه رو به هم می‌ریزن. یعنی یه بافت همیشگی که اون جامعه داشته دیگه داره با یه سری هنجار شکنی‌های مواجه میشه که مربوط فقط به بخشی از جامعه است و اون بخش بخش الله پرست جامعه است که همچنان گفتم رو به افزایش هستن با توجه به مهاجرت ها و ورود پناهندگان که داره میاد و با توجه به تولید بچه و زاد و ولد بسیار بالایی که این الله پرست ها در راه به دست گرفتن قدرت در کشورهای غیر اسلامی دارن انجام میدن. مناطقی رو داریم به نام نوگوزون، مناطقی است که دیگه الله پرستا انقدر در اونجا به صورت کلونی تشکیل دادن، مجموعه های بزرگی رو با هم دیگه کنار هم تشکیل دادن که دیگه حتی پلیس از این بخش ها ناامید شده، گذاشته اینها همون قوانین قبیله‌ای که دارن رو پیاده بکنن و توی یه همچین محله های جسار های مانند قتل های ناموسی میان مسلمانان بسیار روی میده. گشت های گروهی که برای امر به معروف و نهی از منکر الله پرستا تشکیل میدن و چون نمونه های اینها رو زیاد توی سوشیال مدیا، شبکه های اجتماعی همیهنان دیدن، من فکر نمی کنم دیگه لازم باشه زیاد به جزئیاتش من اینجا بپردازم. درخواست الله پرستا و بچه هاشون برای اینکه خوراکی هایی که توی آموزشگاه ها و رستوران ها سرو میشه غیر از خوک باشه، گوشت حلال رو بیارین و به اون وضعیت غم‌انگیز حیوانات رو قربانی کنن، بکشن که اینها گوشت حلال بتونن مصرف کنن توی یک کشور غیر اسلام، به هم زدن هنجار کلاس های درسی روزهای آدینه یا جمعه برای که میخوان بچه های مسلمان برن و نماز جمعه خودشون رو برگزار کنن و از این دست. به صورت کلی توی این کشورهایی که دربارش گفتگو کردیم و به ویژه هندوستان داره قدرت سیاسی و منطقه‌ای به دلیل افزایش جمعیت مسلمین روز به روز از دست اون مردم بومی و اون فرهنگ غالبی که همواره بوده تو اون کشورها بیرون میاد و میفته به دست الله پرستان. خب حالا ما میخواییم به این بپردازیم که چه اهمیتی داره مقوله بستر فرهنگی برای این جسار جدایی مذهب از حکومت و کشورداری. همچنان که گفته شد پیشینه این دستیافت خوب سکولاریسم از یک بستر مسیحی است. حالا ببینیم یک بستر مسیحی چه چیزهایی رو ارائه داده که میشه با توجه به اون انتظار داشت که خب بله یک نسخه خیلی خوب مانند سکولاریسم یا لایسیته فرانسه میتونه توی اون بافت مسیحی رشد بکنه، دستاوردهای درخشانی رو داشته برای خودش و
باعث شکوفایی خوبی هم شده در بازه زمانی مشخص و در بستر فرهنگی مربوط به خودش. در یک جامعه با اکثریت مسیحیت، من اینجا 4 فاکتور رو براتون بررسی میکنم. یکی شخصیت آغازگر یا بنیانگذار این مذهب رو، مذهب ترسایی. خب عیسای ناصره، حالا اگه فرض رو به این بذاریم که از نظر تاریخی ایشون اصلا وجود خارجی داشتن، همچنان که بر طبق اون باورهای مسیحی گفته میشه، یه آدم بیگناهی بوده که در نهایت هم به خاطر بخشیده شدن گناه تمام مردم ها، تمام آدمیان، حاضر شده به صلیب کشیده بشه. یک بار هم رفته و بیشترین شکنجه ها رو در آن دنیا دیده. بنابراین با یک همچین بنیانگذار بیگناه، مظلوم و نیکخواهی شما طرف هستید در مسیحیت. در درازای تاریخ میدونیم که نخست اینکه مسیحیت اصلا خودشون اون بنیانگذارای نخستین که راه نیفتادن که بخوان یه دولتی تشکیل بدن، حکومتی تشکیل بدن، اتفاقا برعکس اینها یه بخش از جامعه بودن، اغلب هم بخش پایین جامعه بودن که گرویده بودن در اون مناطق به آیین ترسا. و زمانی که مسیحیت قدرت سیاسی رو به دست گرفت، در واقع این از سوی سیاستمداران بود، یعنی یکی مثل سزار کنستانتینوس و گویا بیش از 10 پیش از اینکه در روم این رویداد بشه، در منطقه دیگه هم مسیحیت توسط سیاستمداران به کار گرفته شد. دلیل اصلی که کنستانتین و یوستینیوس و باقی در واقع امپراتورهای رومی اومدن و این مذهب رو برکشیدن در جامعه، خب دلیلش این بود که نخست بخش بزرگی از جامعه روم باستان اینها آیین میترائیسم یا همون شکلی از آیین مهرپرستی ایرانی رو داشتن، به ویژه میان ارتشی های روم، سربازان رومی. بنابراین چون که روم باستان با ایران دوره ساسانی و پیش از اون ایران دوره اشکانی اینها در رقابت بودند، اگرچه از نظر زبانی و ژنتیکی پسر عموهای هندو اروپایی هم بودند ولی با هم رقابت داشتند، ولی اون سزارهای روم میخواستند که یک استقلال ایجاد بکنن از نظر اندیشه‌ای و آینی میان بخش بزرگ از جامعهشون، که دیگه ارتباطات فرهنگیش با اون رقیبشون که ایران باستان بود، ایران ساسانی بود، کمتر و کمتر بشه. خب اومدن و این آیین رو به کار گرفتن، یعنی مسیحیت رو سیاستمداران به کار گرفتن رو ما میدونیم در درازای تاریخ. دوره ایران داشته که کلیساها بسیار روزگار تاریکی رو برای جامعه انسانی به بار آوردن و جنگ‌های صلیبی رو هم داشته. در مورد روزگار تاریک دوران کلیساها این نکته خیلی مهمه که توجه کنیم، شاید اصلا قابل مقایسه 1-10 هم با گرفتاری هایی که همین حتی امروز مسلمان ها دارن توی سرزمین های خودشون با استناد به مذهب اسلام به سر جامعه میارن. اصلا اون دوران تاریکی که حالا چند سده گذشته بوده نمیشه با هم مقایسه شون کرد، چرا که تاریکی ها در حالت اسلام بسیار بسیار بیشتر میشه. و اما در مورد جنگ های صلیبی هم میدونیم که کسایی که بیشتر دامن میزدن برای شکلگیری این مسائل خودم این مسلمان ها بودن که میخواستن بخشی از اسرائیل رو بگیرن و درگیری های ایجاد میکردن که خب مسیحی ها هم با اینها درگیر شدن. بنابراین باز اون بخش تاریک دوران ترسایی رو باید در نظر بگیرید که بسیار بسیار نرمتر از بخش های تاریک همین امروز عالم اسلام به سر مردمان خودشون. اما از مسئله تاریخیش که بگذاریم، دستاورد و روزگار امروز آیین ترسایی مسیحی چیست؟ خب میبینیم کشورها پیشرفته و جا هم میدن به پناهجوهای مسلمان که از کشورهای خودشون به خاطر اینکه اسلام به اونها اون امکانات رو نداده یا باعث
درگیری‌های شده پناه آوردن به کشورهای مسیحی. و باز توی پرانتز یا کمانه نگاه کنیم که همین پناهجوهای مسلمان حالا اینجا باز تبلیغ مذهبی رو میکنن که خودشون ازش فرار کردن. در پایان فاکتور چهارمی که از این مذهب ترسایی بررسی میکنیم مقوله نسک انجیل یا کتاب مقدس ترسایی ها انجیل هست، که کل پیام انجیل رو اگه بخوایم ما بیایم خلاصه بکنیم، سخنش گلدن رول هست یا قاعده طلایی. سخنش چیست؟ میگه که آقا به گونه با باقی رفتار بکن که دوست داری باقی هم با تو رفتار بکنه. خب این پیام انجیل است. تا اینجا اون چهار فاکتور رو در بستر فرهنگی مسیحی در نگر خودتون داشته باشیم تا ما یه نگاهی بکنیم به وضعیت اسلام و بستر فرهنگی که ما باش سر و کار داریم. اما اسلام که بینندگان آگاه هستند با توجه به آموزش‌های حساب شده که استادان فن توی جنبش رنسانس یا نوزایی به هم میهنان دادن، اسلام یه ایدئولوژی جنگی است. یه ایدئولوژی جنگی تمامیت خواه هست. بنابراین بسیار با مقوله مذهب خالی متفاوت است. خب چهار تا فاکتوری که باز اینجا مقایسه کنیم، همانند مسیحیت چهار تا فاکتور، شخصیت اصلی و بنیانگذارش، و این بخش رو به خاطری که در واقع مقوله اسلام و خیلی از ما هم میهنا با پوست و خونمون تجربهش کردیم و شناخت زیادی نسبت بهش خوشبختانه بسیاریمون داریم، اونهایی که اهل راستی جویی هستن، بنابراین نیازی زیاد من توضیحات خیلی ژرفی پیرامونش بخوام بدم. اما شخصیت بنیانگذار اسلام رسول الله یا محمد ابن عبدالله که کاملا برای هممیهنان روشن هست، تجاوزهایی که انجام داده در اون زمانی که تونسته قدرت رو به دست بگیره و کارهای غیر انسانی که خودش و اون پیروان نخستینش حالا عمر و عثمان و علی ابن ابی طالب، کشتارهایی که انجام دادن، تجاوزهایی که انجام دادن دیگه پوشیده نیست بر بسیاری از هم میهنان. خب من برای که این بخش شخصیت ایشون رو کلن ارجاع بدم به توضیحی که خود رسول الله داره میده در مورد خودش، میتونید به سوره 8 انفال آیه 1ش رجوع بکنید که الله به رسول الله درباره غنایم و هر مالی که مونده و مالکش مشخص نیست، حالا غنایم و کسی که زدن کشتنشون و مالشون رو گرفتن، الله به رسول الله میگه بگو این غنایم مخصوص الله و رسول الله هست. این دیگه سخن خود پیغمبر اسلامه که خب میتونه گویای شخصیت هم بسیار باشه. اما در درازای تاریخ دیگه میدونیم چه روزگار رو پشت سر گذاشته اسلام، در راه تجاوز، غارتگری، به بردگی گرفتن مردا و زنا و تجاوز به دختر پسرهای کودک که در شهرهای ایرانی نشین، به شهرهای ایرانی به ویژه مانند تیسفون و استخر و اینها انجام میدادن. دستاورد و اون چی که روزگار امروز اسلام به بار آورده که شوربختانه با پوست و خونمون میتونیم تجربهش کردیم و میتونیم همچنان ببینیم وضعیت رو در کشورهای اسلامی، اوج عقب ماندگی، فساد از نظر اداری، از نظر سیاسی، از هر نظری که بهش نگاه بکنیم، و اینکه از همه جهان طلبکار هستند، این هم دستاوردش بوده. اما پیامی که نسک مقدس مسلمان‌ها یا قرآن برای مردم زاد یا مردم داره چیه؟ به کوتاهی همون جوری که قرآن میگه یا ایها الذین آمنو، ای کسایی که الله پرست شدید، به ایدئولوژی جنگی اسلام رو بیارین، همه مردم جهان رو الله پرست کنین. اگه الله پرست شدن که میان همراه شما، باز میرین جنگ، باقیه رو الله پرست میکنین، الله پرست هم که نشدن خب میگیرین و بهشون تجاوز میکنین و غارت میکنین دارایی هاشون رو. و در این راه الله پرست کردن مردمان جهان هم از هر ابزاری
از جمله کشتار، غارت، دروغ، تجاوز، دزدی اموال کفار، به برده گرفتن زن و بچه های نامسلمون ها میتونید بهره بگیرید. این هم پیام کلام الله هست. خب من این چهار تا فاکتور رو که در مورد دوتا مذهب اسلام و ترسایی بررسی کردم، اینجا من نیاز روی بخش پیام کتاب مقدس اینها بیشتر مانور بکنم. چرا؟ چون که زمانی که ما با یه الله پرست گفتگو میکنیم، یا حتی با یک شخصی که الله پرست هم نباشه، ممکنه بگه که خب ببین اصلا ممکنه این بنیانگذاران این مذاهب اصلا وجود خارجی نداشته باشه، حالا شخص بر این باور باشه، بعد ادعا کنه تو تاریخ هم اینای هر چی که تو تاریخ گفته شده خب دروغه و اینها نویسنده های مثلا غیر مسلمان نوشتن و دروغ نوشتن. بگی دستاورد امروزش، میگه خب نه دستاورد امروزش هم اینها همه تقصیر استعمار و استثمار و هم سخنایی که شوربختانه خود هممیهنان خودمون زیاد میزنن که عقب افتگی کشور ما بیشترش تقصیر همین انگلیس خانه خراب هست که به این وضع ما رو در آورد. بنابراین اگه این سه تا فاکتور رو اینها بخوان نفی بکنن، ما میتونیم بگیم خیلی خب پس بیا رو مانور بکنیم رو پیام این کتاب ها، این دوتا نسل. این بخش برای مسلمون ها به ویژه خیلی مهمه، به خاطر اینکه به باور خود مسلمانان، این خود بچه شیعه ها، بایشون گفتگو بکنن، اینها باور دارن که بله این کتاب قرآن هیچ تحریفی نشده، سخنهای خود الله هست که توسط حالا جبرئیل به گوش رسول الله رسیده. بنابراین این رو دیگه نمیشه نفی بکنن، چون در این حالت دارن اقرار میکنن که تحریف شده قرآن، که باز در تناقض با باورشون. من خیلی کوتاه کوشش میکنم پیام انجیل رو، پیامهایش رو که حالا داره و میتونید ببینید که با یک همچین پیامهایی شما میتونید امکان این داشته باشید که توی یک مجموعه مسیحی ترسایی شما سکولاریسم رو، جدایی مذهب رو از امور کشورداری، دخالت در امور کشورداری میتونیم پیاده بکنیم. چند نمونه از چهار تا انجیل یوحنا، مرقس و متا، البته از سه تاش من اینجا میگم، از سه تا انجیل. تو یوحنا 18 آیه 36 عیسی میگه که ببینین من که پادشاه دنیا نیستم، اگه پادشاه بودم که هوادارانم میجنگیدن که یهودی ها حالا منو گرفتار نکنن، پادشاهی من که عیسی مسیح هم مال اون جهانه، جهان پس از مرگ. در رومیان 13 آیه 1 تا 7 از این سخن میگه که از دولت و قوانین اون ای مسیحی ها سخن شنوی داشته باشین، از قوانین کشور سرپیچی نکنین، که انگار اگه قانون شکنی بکنین تو کشور، انگار از قوانین یهوه یا اون خدای مسیحیان سرپیچی کردید. ماموران دولت رو که اینا از سوی یهوه اومدند، وظیفه دارن به شما یاری کنن، مالیاتتون رو بدین تا این مامورا بتونن حقوقشون رو بگیرن و کار کنن. در کل گوش شنوایی داشته باشید نسبت به مقام های بالای دولتی و دردسر ایجاد نکنید، حالا به صورت خیلی خلاصه. در مرقس بخش 12 آیه 17 و همچنین متا، انجیل متا بخش 22 آیه 21 این نکته رو میگه که مال امپراتور یا همون سزار یا قیصر روم به خود امپراتور تعلق داره و مال یهوه، خدای ترسایان، به یهوه. یعنی همجا اومده کاملا تفاوت گذاشته نسبت به دارایی های این جهانی آن جهانی. تو اول پتروس 2 آیه های 3 تا 17 باز تکرار میکنه که از مقامات کشور سخن شنوی داشته باشید. و اما انجیل متا 6 بخش 6 آیه های 1 تا 25 میگه که هنگام داوروزه تظاهر نکنین. این بخش شما در نظر بگیرید با مقوله امر به معروف و نهی از منکر در اسلام. به مسیحا میگه روزه میگیری و دعا میخونی، برای یهوه داری، برای خودت، برای اون جهانت انجام میدی، نشین هی تظاهر بکن، چوبم به کله باقیه نزن. روزه که میگیرید مرتب و پاکیزه باشی تا نفهمن باقیه که شما روزه هستین. در واقع میگه فقط بنده یهوه باشید و بنده پول و ثروت نباشید. به گمانم کاملا آشکاره که
با یک همچین نسکی که انجیل باشه چقدر میتونه امکان پذیر بکنه که شما بیاین مقوله جدا کردن مذهب رو از سیستم کشورداری پیاده بکنین، فرمولاشو بریزید و حواستون هم باشه که هیچ کدوم از اون مسیحی‌ها نتونن سوء استفاده بکنن و کشیش‌ها هم نتونن قدرت سیاسی رو به دستشون بگیرن و به این شکل امور سیاسی حفظ بشه از باورهای مذهبی که بخواد اونها رو به هم بریزه. خب حالا نگاهی میندازیم به قرآن و جستار سکولاریسم و باز این به اون خرد و راستی‌جویی خود بینندگان برمیگرده که بررسی کنن ببینن آیا با توجه به این پیام هایی که از قرآن من اینجا براتون در میون میگذارم خودشون با خودشون بررسی کنن ببینن که چقدر امکان داره که شما سکولاریسم رو توی جامعه با اکثریت مسلمان پیاده بکنین و این دوام و پایداری داشته باشه. بخش هایی از آیه قرآن رو میخونم. من اینجا خاطر نشان بکنم دو تا مقوله رو، ببخشید، یکی این که این آیاتی که اینجا من باهاتون در میون میگذارم تنها بخشی از آیات کلام الله هست که کاملا نشون میده که چه درگیری بزرگ این ایدئولوژی جنگی داره با جامعه های انسانی برای به دست آوردن قدرت. نکته دوم این که توی همین همکاری هایی که با جنبش رنسانس و نوزایی ایرانی من افتخارش رو داشتم باشون داشتم، خب کمتر از یه سال گذشته نسکی رو به نام فهرستی بر باورهای بنیادی قرآنی اسلامی که کار پژوهشی بود منتشر کردم که میتونن دوستان گرامی خیلی ساده به اون فهرست این نسک مراجعه بکنن، مثلا مقوله جنگ تمام عیار یا آیاتی رو بخونن ببینن که در مورد خرد مثلا یا اصلا چیزی تو قرآن هست، یا مثلا آیاتی رو بخونن که در مورد قارت و اینجور چیز هست. خیلی راحت لیست اکثریت اون آیات رو که تو اون پژوهش من بهش پرداختم میتونن دستشون بگیرن و توی گفتگویی که با الله پرستا دارن به عنوان یک منوالی جزوهی که بتونه بهشون یاری برسونه که مدارکی از قرآن بهش نشون بدن به اون الله پرست ایرانی بهش بگن. بنابراین اینجا من به کوتاهی چند مورد رو بگم در مورد پیام قرآن و شما بررسی کنید که چقدر میتونه سازگار باشه با برقراری سکولاریسم توی جامعه مسلمان. سوره نساء آیه 24 که میگه زنان شوهردار به شما حرامن مگه اینکه مالکشون شده باشین، بذارین مثلا شوهرشون کشته باشین و یا پدر خانواده‌شو همه رو کشته باشین دیگه برده و کنیز جنسی شما شده باشه دیگه شما حلاله بهتون. نمونه اینا رو دیگه ما توی داعش کاملا دیدیم، یا همین جمهوری اسلامی که خیلی خوب به همه ماها از نوع شیعهش نشون داد که اسلام چگونه یک همچین دسترازی هایی رو به دارایی و ناموس و مال و کودکان همه ما ایرانی ها و کلن غیر کسایی که باشون در نبرد هست انجام میده. اما سوره توبه آیه 29 میگه با کسایی که اهل کتاب هست، کسانی که اهل کتاب هستند ولی ایمان به الله و به روز جزا ایمان ندارند و به الله و رسولش احترام نمیگذارن، خب باشون پیکار کنین و تا زمانی که خودشون جزیه ندادن اونم با حالت خیلی بیچارگی خم بشن و کتک بخورن، پس گردنی بخورن و یه جزیه‌ای به اون الله پرسته بدن. میگه تا با اینها همچنان شما پیکار بکنین، اهل کتاب هم شما ترسایی ها رو در نگر میگیرین، یهودی ها رو در نگر میگیرید و اینها اهل کتاب هم. حالا زرتشتی ها رو هم بخوان حساب بکنن یا نه، ازشون جزیه بگیریم به این شکلی که میگرفتند. و اما در سوره نور آیه 31 میگه به زنان با ایمان بگو چشماشون رو از هوسا بپوشونن، دامنشون رو پاک نگه دارن و زینت خودشون رو زیاد بیرون نریزن، روسری هاشون هم بر سینه هاشون بندازن تا گردن و سینه شون کاملا پوشیده باشه. این بخشش باز خیلی مهمه برای اون بانوانه که
بانوان نازنین ایرانی که دوست دارن الله پرست بمونن خب توجه بکنن که بنابراین به همین شکلی که میگه برخاب پوشید باید جلبه هایی پوشید و تا روی گردن و سینه رو پوشوند. اونجوریست که شما دارید با قرآن با این ایدئولوژی جنگی بسیار سطح پایین میتونید همسو زندگی بکنید. اما در سوره 60 آیه 13 میگه کسایی که ایمان آوردید با قومی که الله و مورد دوستی مورد قصب قرار دادن غضب قرار دادن ببخشید دوستی نکنید. و سوره دیگه 6 آیه 121 میگه که از اون چی که نام الله برده نشده نخورید، این کار گناهه. خب شما میتونید بیاندیشین چجوری وقتی توی یه جامعه الله پرستا به یه همچین آیه باور دارن، بعد شما انتظار دارید که بیان قوانین رو پیاده بکنن بگن آقا دیگه ذبح اسلامی نکنید و بگذارید که حیوانا انقدر زجر نکشن گوشتشون بیاد توی بازار. مخالفت میکنن الله پرستا سیستم رو به هم میریزن همون جوری که ریختن سال 57. و اما سوره توبه آیه 36 میگه با مشرکان هنگام نبرد دست جمعی پیکار کنید، همان گونه که اونها دست جمعی با شما پیکار میکنن و به هر روی الله با شماست. و با سوره 8 آیه 15-16 میگه که هنگامی که با انبوه کافران روبرو میشید به اونها پشت نکنید، خلاص خوب بجنگید که الله یار و نگهدارتون هست. و سوره 47 این سوره که به نام خود رسول الله به نام محمد هست آیه 1-8 میتونن همیهنان قشنگ قرآن رو باز کنن و به پارسی بخونن به فارسی بخونن و میبینن که نوشته هنگامی که با کافران در میدان جنگ روبرو میشوید گردنهایشان را بزنید و همچنان ادامه دهید تا به اندازه کافی دشمن را در هم بکوبید. خب شما میتونید با یک ایدئولوژی کاملا جنگ طلب، اصلا با یک ایدئولوژی خواهان جنگ و به دست گرفتن قدرت نه تنها سیاسی و منطقی بلکه قدرت جهانی در طرف هستید. حالا باز پرسش از همینا مرتضی جان در دو دقیقه، آروین جان میتونیم در دو دقیقه این صحبت رو به پایان بسیار سپاسگزارم از یادآوریتون. بنابراین خیلی ساده شما میتونید فکر کنین اگه بخواین سکولاریسم تو جامعه مسلمان پیاده بکنین، مانند اینی که بخواد به یه مجموعه سرباز نازی که به ایدئولوژی نازی باور دارن بخواین اینها رو کوشش بکنید تو جامعه باشن آروم باشن ولی خب ایدئولوژی خودشون هم حفظ بکنن و انتظار داشته باشید خرابکاری نشه. فرجام سخن، سکولاریسم و لایسیته در زمان خودش و با توجه به بستر فرهنگی خودش مناسب بوده، دستاوردهای درخشانی هم داشته. در روزگار امروز توان ایستادگی در برابر ایدئولوژی اسلام رو نداره و همچنان که گفته شد امکان پذیر هست که با زور و تمام کوششتون بیاین سکولاریسم رو تو جامعه با اکثریت الله پرست تزریق بکنید، مانند کاری که رضا شاه بزرگ انجام داد و آتاتورک در ترکیه انجام داد، ولی دوام و پایداری نداره. در ایرانش رو که دیدیم سال 57، وضعیت اکنون ترکیه رو هم میبینیم که باز هم دوام نداشت و الله پرستا سیستم رو گرفتن. در پایان که میتونه سخن برای آموزگفتار دیگه‌ای باشه، راهکارمون چیه؟ دنیا بسیار تاریک نیست حالا برای ما ایرانی ها. راهکار اینه که در برابر این ایدئولوژی بسیار جنگ طلب اسلام ما یه جهانبینی ببخشید جهاننگری یا ایدئولوژی کاملا ایرانگرا رو بیاریم ترویج بدیم تو جامعه، بگیم آقا تویی که حالا خیلی دوست داری مذهب داشته باشی بدون اون نمیتونی زندگی کنی، بیا برو مذهبی رو دنبالش برو که ایرانگراست به جای مذهبی کاملا جنگ طلب و عقب افتاده. سپاسگزارم از همه همیهن.